ما سه جور در واقع ایالت داریم، یعنی نحوه سیاست گذاری داریم. یه دونه دولت فدرال استرالیا است، یک دونه دولت های ایالتی هم مثل نیو ساوث ولز، مثل ویکتوریا که کاملا مستقل برای خودشون تو یک سری از ناحیه ها میتونن تصمیم گیری بکنن، و یه سری دولت های محلی داریم. دولت های محلی مرتبط میکنن خودشون رو به کانسیل های محلی مثل شهرداری های خودمون. این سه سطح توی استرالیا، حالا هر چیزی تو استرالیا میخوان تایید بکنن، مثلا بر فرض مثال سیاست رو تو بخشی میدن به دولت فدرال، مثلا کتابخونه های بخشی از بعضی از کتابخونه ها رو میگن مدیریتش با دولت های محلیه، بعضی از کتابخونه های ایالتی رو میگن مدیریتش با دولت فدراله. یعنی هر کسی صاحب به نوعی مدیریت یک بخش و یک بخش خاصی در استرالیا میشه. برای هم کشور خیلی منظمه، چون کاملا مشخصه که صاحب این یعنی مدیر این بخش فدراله، ایالتی یعنی کانسیل یا محلیه، فدرالی یا ایالتی یا فدراله، ترتیب دیگه محلی ایالتی و فدرال. این یه بحثی که شما الان کردید. بحث بعدی که شما بهش وارد شدین، اومدین گفتین که دولت استرالیا میاد توی بخش فدرال استرالیا رو به چند بخش تقسیم میکنه و میاد میگه که اسم این بخش‌ها رو میذاره RDA، که فکر کنم 50 خورده ای RDA تو استرالیا وجود داره، یعنی هر کدوم از ناحیه‌ها به یک RDA تخصیص داده میشن. بله، این RDA ها در واقع میان ریجن خودشونو، بس حالا فقط هم مناطق ریجنال نیست، یعنی مثلا ما RDA سیدنی هم داریم که روی خود مناطق میاد، روی خود در واقع سابربای خود سیدنی فوکوس میکنه. درست اسمش ریجنال فقط، ولی فقط مربوط به منطقه ریجنال نیست. اینا میان یه هر کدومشون توی ناحیه خودشون بررسی میکنن، بررسی هاشون چطوریه، با همین سطح دولت در ارتباطن از یه طرف، از یه طرف هم اینا توی منطقه مستقر هستن، آدمای محلی هستن، با شهرداری ها طرفن، از طرفی هم صاحبای سرمایه، صاحبای بیزینس. به طور خیلی دقیق اینا به طور لحظه‌ای دارن در واقع وضعیت اقتصادی ناحیه رو مانیتور میکنن، چی کم داره چی زیاد داره، چه نیروی کاری میخواد، توی چه بخشی باید سرمایه بیاره، و اینا کاملا مجاز هستن که میرن به طور مستقیم با فدرال، یعنی یه سری از سیاست ها لازمه توسط فدرال تایید شه، یه سری از بودجه ها توسط دولت فدرال باید تخصیص داده باشه، اینا میرن با دولت فدرال در ارتباط هستن و این کار رو انجام میدن. البته کار اگزیکیوشنی ندارن که مثلا بیان مستقیم تخصیص بدن، ولی رفرنس هستن، یعنی در هر صورت تصمیم اینا تعیین میکنه که چقدر سرمایه توی یه منطقه تخصیص داده بشه، چقدر بودجه بیاد. حتی به طور خیلی مستقیم تو کار ما خیلی تاثیر داشته باشه بحث ویزاهای 491 که اصلا اینا تعیین میکنن که تو هر ریجن چه مقدار کار لازم هست، که در نهایت میره و از طرف ایالت اعلام میشه. در خدمت هم میخواین. ما در واقع استرالیا میاد نقشه کشورش رو تکه تکه میکنه و این هر کدوم از تکه ها میشه RDA. مثلا ممکنه یعنی قطعا ملبورن تو یکی از RDA ها میفته، سیدنی تو یکی از RDA ها میفته. خب ما از اینجا تحقیقاتمون رو شروع کردیم، یعنی از بخش RDA ها تحقیقاتمون رو شروع کردیم که طبیعتا خیلی گسترده بود این تحقیقات، و حالا نتیجهشو آروم آروم به کلاینتا برمیگردون. این که تو RDA ها چه خبره، چه اتفاقاتی داره اون تو میفته. حالا نه میخوای یه لایه بریم داخل‌تر، چون اینجا 24 ساعت میشه این تیکر حرف زد در موردش. یه لایه بریم داخل‌تر و بعد که ما دیگه می‌خوایم چیکار بکنیم. به طور کلی حالا من چند تاشو شروع کنم. ما بیشتر ببینین اینا روی فیچرهای اقتصادی فوکوس دارن، اما فیچرهای اقتصادی مثلا تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص منطقه‌ای به خودی خود برای مهاجرت فیچر مناسبی نیست، چون مثلا ما ممکنه یه RDA داشته باشیم که با جمعیت 20,000 نفر به دلیل وجود یه معدن یا یه کارخونه وحشتناک مثلا یه آماری داره دو برابر دنیا حتی باشه. ما بیشتر اومدیم مناطقی که محبوب هستن از نظر فرهنگی، حالا یا از نظر اینکه خب وقتی کسی میخواد مهاجرت کنه میخواد بره جایی که هموطنهای خودش و فرهنگ شبیه خودش باشه، بیشتر مناطقی که محبوب تر هست، مهاجر پذیر تر هست و هم از منظر محبوبیت و هم از منظر
لوکیشن و هم از منظر فرصت‌های اقتصادی، یعنی از این سه منظر در واقع بررسی شده. همون گوناگونی اقتصادی. بله. که من فکر کنم ما بعد از اینکه اون RDA های حالا بخش نیو ساوث ویلز رو تحلیل کردیم، به سه تا RDA اصلی رسیدیم که رو اون سه تا RDA اصلی فوکوس بکنیم. حالا شما اون سه تا رو اگه میشه بگیم. یکی اولش RDA ایلاوارا هست که در واقع با سیدنی هم مرزه، که در واقع وولنگانگ میشه مرکز اونجا. شما اگرم بری مثلا سرچ کنی 84 کیلومتر فاصله است، ولی در واقع خیلی کمتره، چون از جنوبی ترین منطقه سیدنی وقتی وارد بافت جاده میشه شما 32 کیلومتر بعدش به شمالی ترین منطقه وولنگانگ میرسی. یکی منطقه ایلاوارا هست که دو تا شهر به وولنگانگ و البته شل هاربر و کایاما هم دیگه شهرهای دیگه شه. حتی کایاما شهر نیست، شایره. یه تفاوتی هم ما بین شایر و سیتی داریم. نه این دوستان گیج میکنیم. دارم آره. وولنگانگ و شل هاربر و کایاما. آره من کلی میگم چون بخوام همش رو بگم به قول شما 24 ساعت شاید طول بکشه. مرکزش ایلاوارا میشه آریش که مرکزش وولنگانگ. ما اینجا وولنگانگ رو تارگت کردیم. دو تا دیگه اونا رو بگیم. یکی سنترال کوسته که بلا فاصله در شمال سیدنیه، که در واقع اونجا هم شهر گاسفورد مرکزشه، یک ساعت سیدنی فاصله. و مهمترینش شاید از نظر اقتصادی هانتره که در واقع نیوکاسلونه، و هانتر خب هم تولیدای ناخالص در واقع تولید ناخالص منطقه‌ایش خیلی بالاست و یه جورای خودشون یه ایالت جدا میدونن، یعنی بریم یه ما خودمون یه ایالتی. و خب همه شاخص ها و جمعیتش هم خب خیلی زیادتره، 745,000 نفر جمعیت کل هانتره، که خب مرکزش نیوکاسله. بله کل هانتر که مرکزش نیوکاسله. خب خیلی اونجا گسترده است، هم اقتصاد شهر محور داره هم اقتصاد روستا محور. البته من این نکته رو بگم، در بعضی از RDA ها فرصت هایی وجود داره که اونا دیگه کیس بای کیس، یعنی ممکنه یه نفر بره یک RDA خیلی دور یه شهری اونجا پیدا بکنه، یه فرصت اقتصادی خاصی پیدا بکنه، اونجا بخواد رو اون سرمایه گذاری بکنه. برای مثال ممکنه یه نفر بره در یک RDA دوردست چند تا ون بگیره، یا مثلا بخواد یه دفتری بزنه یا یه تولیدی بزنه، یه کار خاصی که در اون RDA خاص داره خیلی بیشتر اتفاق میفته. ما اینا رو فاکتور میگیریم فعلا، یعنی ما مبنامون بر اینه که عموم میان به سمت ایلاوارا که میشه وولنگانگ، میشه سنترال کوست که میشه گاسفورد، و هانتر که میشه نیوکاسل، به سمت این در واقع میان. بقیه وگرنه فرصت های دیگه هم تو بقیه حالا RDA ها هست که بشه پیدا کرد، کیس بای کیس رو مورد های خاص بشه بررسی کرد، اینو در نظر داشته باشید. حالا تو این سه تا در واقع RDA که ما پیدا نکردیم، خودش پیدا شده بود، نمیدونم چه بچه اینا کشیدن تو استرالیا، ما بررسی کردیم. خب یه سری تفاوت هایی وجود داره، اینکه مثلا وولنگانگ چه تفاوت هایی با گاسفورد داره و چه تفاوت هایی با نیوکاسل داره و چه بیزینسی در تو اینا خوبه. خب آقا نه، فقط اگه در حسن ختام برنامه این سه تا در واقع RDA که شما پیدا کردین، جمعیت RDA هاش و جمعیت مرکزاشو میتونید یه بار به ما بگین؟ بله حتما. آره دم دسته. RDA ایلاوارا کلن 305,000 نفر جمعیت داره، که 220,000 نفرش تو وولنگانگ، یعنی بیشترش توی وولنگانگ. حالا اون شر هالبر 74,000 تا، و اون کایاما خب خیلی کم جمعیت‌تر 23,000 تا جمعیت داره. الان اونم خدمتتون عرض می‌کنم یه لحظه بذارید اگه دم دست دارین. خب. آره دم دستم. هانتر کلا 750,000 نفر جمعیت داره، که حالا یه دو ساعت با سیدنی فاصله داره که حالا کلان شهر نیوکاسل. خب نیوکاسل اینا تقسیم بندیاش یه مقداری پیچیده است. مثلا کلان شهر نیوکاسل داریم که شامل نیوکاسل و لیک مکواری و حتی میتلند حساب میشه. حالا من خیلی کوتاه جمعیت اینا رو هم بهتون بگم. مثلا نیوکاسل، خود مرکز نیوکاسل 167,000 نفر جمعیت داره، لیک مکواری 207,000 نفر، یا میتلند 87,000 نفر جمعیت داره.
حالا شهرهای دیگه هم هست، مثلا پورت اشتفان هم اونجاست و در نهایت سنترال کوست هم الان اونم خدمتتون عرض میکنم. ۳۴۰,۰۰۰ نفر جمعیت داره که دو تا شهر داره، یکی گاسفورده و یکم وایانگه، که گاسفورد 177,000 نفر جمعیت داره، وایانگ 168,000 نفر. البته اینا از سال 2016 بس سنترال کوست، به خاطر اینکه اینا یکی بشن و سیاستشون یکی بشه کلا اینا شدن سنترال کوست، یعنی از سال 2016 به بعد آمار رسمیش به طور به نام سنترال کوست میاد بیرون، یعنی ناحیه سنترال کوست که شامل این دوتا شهر.